فکرمه. سلام، به یه دونه ولاگ دیگه خوش اومدین. من ساشا هستم، امیدوارم که شاد و خندون باشین. امروز میخوایم راجع به این فیلم صحبت کنیم، Fantastic Beasts and Where You Can Find Them، یا جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنهاست. بریم که شروع کنیم. پس فیلم خیلی قشنگی بود، حتی تمام دوستایی که هری پاتر رو ندیده بودن رفته بودن این فیلم رو دیده بودن و خوششون اومده بود. بازیگراش خیلی خوب بازی کرده بودن و کلا خیلی فیلم هیجان انگیزی بود. حتما توصیه میکنم که ببینین. هیچ ربطی به هری پاتر نداره، در صورتی که تو همون دنیا داره اتفاق میفته، ولی نزدیک 60-70 سال قبل از هری پاتر داره اتفاق میفته. بنابراین برین فیلمو ببینین، حتما لذت ببرین. همونطور که گفتم این فیلم توی دنیای هری پاتر اتفاق میفته، دنیایی که هری پاتر بعدا متولد خواهد شد. بنابراین هری پاتر الان هنوز به دنیا نیومده، 60 سال بعد یا 70 سال بعد به دنیا میاد. این فیلم توی دنیای جادوگری در سال 1920 اتفاق میفته، ولی هری پاتر در سال 1980 متولد میشه. این فیلم در 5 سری ساخته خواهد شد، اولیش که اومده بیرون، 4 تا دیگه مونده و اینا میره تا زمانی که ولدمورت به قدرت میرسه. بنابراین تمام کسایی که ندیدن این فیلمو، من یه اسپویلر آلرت میذارم اینجا، چون خیلی نکات هست که این فیلم داره و ممکنه هیچکی نفهمیده باشه، چون ریفر دارن به فیلم هری پاتر و به داستانهایی که هیچ کدوم از شما شاید نخونده باشین و توجه نکرده باشین. ولی همه اینا رو با هم دیگه ریویو میکنیم. بعدم اینکه یه سری سوالا هستش که پاسخ نداده تو این فیلم، گذاشته برای فیلم بعدی، اونا رو با هم چک میکنیم. حالا کل داستان فیلم چیه؟ کل داستان فیلم راجع به یک جادوگریه که میاد از انگلیس به شهر نیویورک و اونجا دنبال یک سری حیوانات شگفت انگیز میگرده. این حیوانات از توی چمدونش در میرن و شروع میکنه به جمع کردن حیوانات توی شهر نیویورک و یه سری اتفاقات خیلی مهمتر از پیدا کردن حیوانات در اونجا داره اتفاق میفته. بنابراین داستان جمع کردن حیوانات نیست. خب حالا اگه ما بخوایم توالی اتفاقاتی که تو دنیای هری پاتر افتاده رو با هم دیگه چک کنیم، اینجوری میشه که این فیلم داره در سال 1926 اتفاق میفته و این دقیقا همین سالیه که ولدمورت یا همون تام ریدل به دنیا میاد و 54 سال قبل اینه که حتی هری پاتر به دنیا بیاد. 1928 هاگرید به دنیا میاد، 1935 پروفسور مک‌گونگال تازه به دنیا میاد، 1938 سالیه که دامبلدور میره توی نوانخانه و به ولدمورت یا همون تام ریدل بچه بهش میگه که تو جادوگری و ازش دعوت میکنه که بیا توی هاگوارتس درس بخونه. سال 1943 سالیه که ولدمورت اون باسیلیسک، اون مار گنده را توی کتاب هری پاتر و حفره اسرار آزاد میکنه. اولین جامپیچ که دفترچه خاطراتش باشه رو درست میکنه، پدر بزرگ و مادر بزرگش رو میکشه. تو همین سال اون حلقه‌ای که باعث میشه دست دامبلدور سیاه بشه رو جامپیچ میکنه. یک سال بعد، یعنی تو سال 1944، برای اولین بار توسط دوستاش لورد ولدمورت خطاب میشه. سال 1945 سالیه که ولدمورت دعوت میشه که معلم جادوی سیاه بشه، ولی رد میکنه و میره توی اروپا رو بگرده که تاج ریونکلا رو پیدا کنه. از طرف دیگه در همین سال دامبلدور توی یک دوئلی که انجام میده با جادوگری به نام گریندروالد، الدرواندو برنده میشه. این قوی ترین چوب دنیای جادوگریه که یکی از یادگاران مرگ هم حساب میشه که تو فیلم آخر میبینین، یا همون دتلی هالوز. چوبی که ولدمورت دنبالش بوده دقیقا همین چوبه، چوبی بوده که قبر دامبلدور رو میشکافه و چوبو از اونجا در میاره. I knew you would come one day, but surely you must know no longer half what you see. Tell me, Grindelwald, tell me where it is. Tell me who possesses it. The Elder One. Lies with him, of course. Buried in the earth. Dumbledore. دوباره برگردیم به فیلم ده همون سال 1926 که مهمترین اتفاقی که میفته دستگیر شدن یا پیدا شدن گریندروالد در آخر فیلمه. حالا گریندروالد ببینیم که کی هست، چی هست، چرا مهمه و چه اتفاقاتی براش میفته. Who is this man? گریندروالد در حالت کلی یکی از خطرناکترین جادوگرهای دنیای جادوگری حساب میشه، ولی خب نه به اندازه ولدمورت. خیلی علاقه داشته به جادوی سیاه و قدرت پیدا کردن
و عاشق یادگاران مرگ بوده و این سمبل یادگاران مرگ که یک مثلثه و یک دایره و یک خط داخلشون رو سمبل خودش حتی قرار میده توی تو فیلم هم ما میبینیم و خیلی جادوهای سیاه و پیچیده و تاریک رو تست میکرد و انجام میداده مثل ولدمورت طریقا. حالا گریندلوالد چون خیلی جادوگر خیلی خوبی بوده، زرنگ بوده و عاشق قدرت بوده، دامبلدور رو وقتی میبینه با هم دیگه دوست میشن، چون جفتشون زرنگ و باهوش بودن و جفتشون قدرت رو خیلی دوست داشتن و دوست داشتن که هی پیشرفت کنن و با هم دیگه قرار میذارن که انقلاب جادوگری رو رهبری کنن و همینطور با هم دیگه برن دثلی هالوز یا یادگاران مرگ رو پیدا کنن. ولی دامبلدور و گریندلوالد سر یه قضیه رابطهشون به هم میخوره و راهشون از همدیگه جدا میشه کاملا. سالها بعد گریندلوالد این چوب جادوی خیلی خفن دنیا رو به دست میاره و یه سری کارهایی انجام میده که تحت تعقیب وزارت و دنیای وزارت جادو و دنیای جادوگری قرار میگیره، ولی در نهایت با دامبلدور روبرو میشه دوباره و توی یک دوئل از دامبلدور شکست میخوره و به زندان میفته و همونجا دامبلدور صاحب چوب این آقا میشود. حالا برگردیم به این موضوع که چرا دامبلدور و گریندلوالد رابطهشون به هم خورد که خیلی مهمه. دامبلدور یه خواهری داره به نام آریانا که یه قدرت جادویی خیلی عجیب غریبی داره که نمیتونه کنترلش کنه مثل بقیه مردم و خیلی کلا عجیب غریبه، توی کتابا هم زیاد راجبش نوشته نشده فعلا و کنترل این قدرت خیلی سخته، ولی چون این قدرتش خیلی عجیب غریب بود و یه مقدار رفتار خیلی عجیب غریبی داشته این دختر توسط پسرای همسایه همیشه مورد اذیت قرار میگرفته، بنابراین پدر دامبلدور میاد روی اون پسرها یک جادویی انجام میده و باعث میشه که خودش به آزکابان بیفته و چون آریانا خواهر دامبلدور نمیتونسته که این قدرت جادویی خودش رو کنترل کنه باعث مرگ مادر خودشون میشه. دامبلدور یه داداش هم داره به نام ابرفورد که وقتی ابرفورد میفهمه که دامبلدور و گریندلوالد میخوام با هم دیگه برن و این دثلی هالوز رو پیدا کنن بسیار عصبانی میشه و با گریندلوالد رو در رو میشه تا باهاش صحبت کنه، ولی در نهایت بینشون دعوا به وجود میاد و یک دوئلی تقریبا بینشون به وجود میاد. دامبلدور هم میخواد هم از برادرش دفاع کنه هم از دوستش که در هم دیگه برنامه دارن دفاع کنه، بنابراین یک دوئل سه جانبه به وجود میاد بین این سه نفر. در همین زمان هم آریانا وارد معرکه میشه و معلوم نمیشه که توسط کی و چه جوری کشته میشه. حالا اینا تو هیچ کنم از این کتابا ننوشتن، ولی بین این سه نفر که دوئل بوده باعث میشه که آریانا کشته بشه. دقیقا از همین جاست که دامبلدور رابطهش با گریندلوالد قطع میشه و حتی روابطش با ابرفورد هم به تاریکی میگرود. خب امیدوارم که از این ویلاگ خوشتون اومده باشه. یادتون نره اینجا کلیک کنین، سابسکرایب کنین و اونجاها کلیک کنین تا ویدیوهای قبلی منو ببینین. فعلا خدافظ.